سلام، میخوایم در مورد اختلال شخصیت ضد اجتماعی صحبت کنیم. مرسی که با من همراه هستین. این ویدیو صرفاً به منظور آگاه سازی ساخته شده و برای هیچ گونه تشخیص حرفه‌ای اختلال ضد اجتماعی نیست. لطفاً اگه فکر میکنید ممکنه خودتون یا یکی از اطرافیانتون به این اختلال مبتلا باشید، از یک متخصص حرفه‌ای کمک بگیرید. حالا بیاید شروع کنیم. اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک اختلال روانیه که شخص مبتلا به اون هیچ مراعاتی نسبت به درست و غلط نداره. معمولاً دیگران رو با بیرحمی تهدید میکنه، باشون مخالفت میکنه یا گولشون میزنه. این افراد ممکنه اولش خواستنی و دوست داشتنی به نظر بیان، اما بیمراعاتی زیادی نسبت به دیگران داشته باشن و احساس پشیمونی زیادی به خاطر رفتارهاشون نداشته باشن. اینجا 8 تا از نشونه های اختلال ضد اجتماعی رو براتون میگم. 1. اونها در فهم ارتباطات اجتماعی دچار سوء تفاهم میشن. افراد دارای این اختلال قطب نمای اجتماعیشون خرابه، یعنی ارتباطات و سیگنال های روابط اجتماعی رو به شکل متفاوتی دریافت و تحلیل میکنن. اونا ممکنه چیزایی که گفته شده رو اشتباه برداشت کنن، مثلا احساس بکنن که بهشون توهین و تحقیر شده در حالی که اصلا همچین چیزی وجود نداشته. 2. اونها مستعد خصومت هستن. افرادی که این اختلال رو دارن معمولا احساس میکنن که دیگران به اونها ظلم کردن، حتی زمانی که واقعا این اتفاق نیفتاده باشه. اونها زمانی که دارن با شما صحبت میکنن و باهاتون در ارتباط هستن، مو رو از ماس میکشن و یه چیز کاملا متفاوت از چیزی که شما گفتید میشنون. ممکنه پریشان و عصبی باشن که باعث میشه دچار خشم و خصومت بشن. در موارد حاد حتی ممکنه بخوان به خاطر ظلمی که تصور میکنن بهشون شده انتقام بگیرن، چه واقعا به اونا توهینی شده باشه و چه خیالاتشون باشه. 3. اونها میتونن خیلی فریب دهنده باشن. افرادی که این اختلال رو دارن ممکنه نسبت به دیگران دافعه داشته باشن. ممکنه افراد دیگه سختشون باشه که با اونها ارتباط برقرار کنن. و چیزی که این وضعیت رو بدتر میکنه اینه که افرادی که این اختلال رو دارن مستعد این هستن که منظور آدمها رو اشتباه متوجه بشن، که موجب سوء تفاهم‌های زیادی در روابطشون میشه. اونها برای اینکه این مشکل رو حل کنن یاد میگیرن خودشون رو دوست داشتنی جلوه بدن و دیگران رو گول بزنن. مثلا شما رو گول میزنن و وادارتون میکنن که باهاشون وقت بگذرونید و یا فریبتون میدن تا چیزی که میخوان رو به دست بیارن، حتی اگه اون چیز فقط به خاطر خودشون و رضایت خودشون باشه. 4. اونها قابلیت این رو دارن که دروغ بگن. میل به دروغگویی هم با فریب دادن همراهه و این افراد معمولاً دروغ میگن تا دیگران رو سرزنش کنن. دروغگویی وسیله است که ازش استفاده میکنن تا به منافع شخصشون دست پیدا کنن. برای کسایی که دچار اختلال ضد اجتماعی هستن، نجات دادن رابطه تا زمانی که نیازها و خواسته هاش رو برآورده کنه یه موضوع حیاتیه و فریب یکی از تاکتیک هایی هستش که استفاده میکنن تا این کار رو انجام بدن. در ویدیو بعد که با همین موضوع هست به موارد دیگه میپردازیم. ممنونم که با من همراه هستید.